سلام مخلص، حمید جوانشاهی هستم. امروز اینجاییم تا دوربین واندی ایکس مارکت 2 رو بررسی کنیم. بریم بازش کنیم ببینیم توش چی هست. و وزنش حدود 1.5 کیلوگرم. از نظر ظاهری باید بگم که بدنه این دوربین از جنس منیزیومه و در برابر آب و هوای مختلف و گرد و خاک مقاومت خیلی خوبی داره. دکمه های این دوربین به نسبت دوربین 5D و 6D بزرگتر شده و کار کردن باهاش خیلی راحت تره. دو تا نمایشگر تک رنگ داره برای تغییر تنظیمات خود دوربین. یه LCD 3.2 اینچی لمسی داره که از 1,620,000 نقطه تشکیل شده و این LCD ثابت هستش. یه رم CF میخوره و یه رم CF هست. خروجی LAN داره، خروجی HDMI و خروجی USB، خروجی Wi-Fi، ورودی میکروفون و خروجی هدفون. باتری LPE19 میخوره که از طریق منظریابش میتونید 1250 شات و از طریق LCD میتونید بین 250 تا 300 شات عکاسی کنید. این دوربین حسگر سیموس 20 مگاپیکسلی داره و از دو تا پردازنده دیجیک 6 پلاس توی این دوربین استفاده شده که میتونه عکاسی پیاپی 16 فریم بر ثانیه داشته باشه زمانی که از LCD دوربین دارید استفاده میکنید و وقتی که از منظریاب دوربین استفاده میکنید به 14 فریم کاهش پیدا میکنه. اسپانسر این برنامه سایت و فروشگاه دوربینت هستش که کلیه تجهیزات فیلمبرداری و عکاسی رو میتونید به صورت آنلاین و حضوری خریداری کنید. آدرس و شماره تلفن فروشگاه داخل سایت هست. ظرفیت بافر این دوربین وقتی از رم سیفست استفاده میکنید 170 فریم و وقتی از سیف معمولی استفاده میکنید 59 فریم میتونه عکاسی پیاپی داشته باشه. محدوده ISO یا همون ایزوی این دوربین از 100 تا 51200 که خودتون میتونید از 50 تا 409600 افزایشش بدید. تو بخش فیلم برداری میتونید 4K DCI 60 فریم بگیرید که سایز 4096x2160 که همون سایز 4K سینمایی هستش و تو بخش فول HD میتونید تا 120 فریم بر ثانیه صحنه اسلو موشن ضبط کنید. شرکت کنان روی این دوربین از تکنولوژی دوال پیکسل استفاده کرده که فوکوس کشی دقیق و سریعتری داره. 61 نقطه فوکوس داره که 41 کش کراستایپ یا همون صلیبیه و 360,000 پیکسل نورسنج توی سنسور این دوربین استفاده شده که این باعث میشه که تو منفی 3 ایوی فوکوس کشی خوبی داشته باشه. اگه بخوام تجربه شخصی ما از این دوربین بگم، سرعت و دقت فوکوس کشی در کنار عکاسی پیاپی سریعش میتونه یه گزینه خیلی خوب برای عکاسی ورزشی و خبری باشه. کسایی که کار فیلم برداری انجام میدن گزینه 4K DCI 60 فریم این دوربین که همون سایز 4K سینمایی هسته یکی از قابلیت‌های خیلی خوب این دوربینه. در کنار فول اچ دی 120 فریم که میتونید صحنه‌های اسلو موشن خیلی خوبی رو ضبط کنید. پس این دوربین برای کسایی که کار فیلم برداری انجام میدن گزینه خیلی خوبی هستش. یکی از قابلیت‌های دیگه این دوربین که میتونم بگم اینه که این دوربین میتونه تا حد خیلی زیادی امواج نوری رو کم کنه، مثل هاشورایی که روی لباس میفته، و سیستم تعقیب سوژه این دوربین تا حد خیلی زیادی تو فوکوس کشی میتونه به شما کمک کنه. این دوربین به دلیل اینکه گریپ همراه خودش داره خیلی خوش دستش کرده، ولی چون که سنگینه میتونه تو طول زمان دست شما رو خسته کنه. یکی از ضعف‌های این دوربین نداشتن LCD چرخشیه و اگر بخواید از وایفای استفاده کنید باید به صورت جدا خریداری کنید. نداشتن لرزشگیر روی این دوربین هم میتونه جزء ضعف‌های این دوربین باشه. مرسی که تا اینجای ویدیو ما رو تماشا کردید. نظرات و سوالاتتون زیر همین ویدیو برای ما بنویسید. ما رو به دوستای خودتون معرفی کنید. توی شبکه‌های اجتماعی دنبالمون کنید. تا درودی دیگر، بدرود. مخلص.